شریف البکا و وارد بغداد شد و پولش تمام شد، گفت بالاخره این مردم مسلمون هست. آمد دم دکان نونوایی، بر که میگو به چیزی به هم بدید بهش نمیدادن. اومد دم دکان نونوایی، گفت به محبت علی به من یه قدری نان بدید، از گرسنگی دارم تلف میشم. اتفاقا نونوا هم سنی، گفت اقلن بگو به محبت عمر، اقلن بگو به محبت ابو بکر، به محبت علی خاک هم بهت نمیدم. این فهمی سنیه یارو، میخواست خودش رو خفه کنه. وای بردو، تو چه یور دوست علی هستی که از سنی چیزی طلب میکنی؟ کاش از گرسنگی مرده بودم و دست به دشمن علی دراز نمی کردم. هی خودشو ملامت کرد و آمد پایین از اون اردبت که جنوب آمازون نونوایی اومد این برو شروع کرد تو خیابون ها رفتن، هی گریه می کرد، هی خودشو ملامت می کرد. زنی توی غرفه نشسته بود، دید از تو کوچه پایین منزل یه مردی گریه کنان داره میره. درشو گفت آه چرا گریه می کنی؟ نگاه کردید زنی از بالا سوال می کنه چیکار داری زن؟ گفت باید بدونم، شاید از دست من کاری بر بیا. گفت اینا دین ندارن، من از گرسنگی دارم تلف میشم. رفتم مغازه نونوایی، گفتم به محبت علی به من نون بدید، گفتن به محبت علی خاکم به تو نمیدیم. این زنم اشکها شروع کرد ریختن. گفت آی مرد دامن تو بگیر، میخوایی چه کنی؟ گفت از مادرم به عنوان کادوی عروسی یه دستبند به من رسیده، دستبند طلا یا گردنبند، همینو بهت میدم، برو هر جور میخوای پولش کن. گفت زن خودم زخم دلم کممه، تو هم نمک رو زخم دلم میپاشی. گفت به خدا راست میگم، پیرنتو بگیر ببین میبینی یا نه، گردم بند یا دستبند و باز گرد. انداخت از بالا تو دامن این مرد، گفت به محبت علی اگه او خاک به تو نداد، من به محبت علی تنها یادگار مادرم رو بهت میدم. طلا رو گرفت گریه کنان از شوق، اومد در مغازه نونوایی، گفت ببین تو به محبت علی خاک به من ندادی، یک زن به محبت علی طلا به من داد، چی به اداد دستبند یا گردنبند؟ ببینم. نگاه کردید مال زن خودشه. عجب زن من شیعه بوده و من خبر نداشتم. چاقو رو برداشت توی آستینش گذاشت، آستین رو گرفت با مشتش در مغازه رو برد. این مرد رفت، اونم اومد خونه به قصد کشتن زن، اومد خونه که انتقام بگیره، اومد دید زن گریه میکنه و منقلبه. چی شده زن؟ گفت تا حالا بهت نگفتم، امروز بهت میگم، من شیعه علیم، من کنیز علیم، من سوخته علیم، تا حالا با تو صبر کردم، اما امروز یه مردی رد میشد میگفت به محبت علی یه نونوا به من خاک نداده. گفتم من به محبت علی طلا به تو میدم، چی بهش دادی؟ دست بند یا گردم بندم؟ با کدوم دست؟ با دست راستم. اگه راستگی خیلی محبت به علی دادی، دستتو در راه علی فدا کن. دستشو زن درو برد، گفت به فدای دستی که فدای علی شوم. شوهرم از روی غضب دستو گرفت،
چاقو رو در او برد دست و از آرنج قد گرد و داد به دست چپ زن از خونه بیرونش گرد، طلاقش گفت و از خونه بیرونش گرد. این زن دست رو گرفته تو خیابون فقط میگه علی علی علی. از شهر اومد بیرون یه جایی ازش اینقدر خون از دستش رفت ضعف کرد و بیهوش افتاد. اتفاقا حاکم بغداد با یه عده‌ای اومده بودن به شکار، دیدن اون گوشه صحرا زنی افتاده، اومد جلو دید خیلی هم با جمال و کماله، گفت بردارید ببرید به دارالعماره. آوردن هوشش، آوردن جراح اومد دست و بزدن زن تلف نشه دیگه خون از دستش نره. زن که به هوش اومد دید تو قصل سلطنتی. اینجا کجاست؟ او حالا چند روزی باشید. مدتی اونجا مون، سلطانم هیچی بهش نگفت. بعد مسئله رو مطرح کرد، چی بوده قصه رو نقل کرد. سلطان گفت من یه پسر دارم، اجازه میدی تو رو برای پسرم خواستگاری کنم یا نه؟ سکوت کرد. سکوت علامت رضاست. پسر رو آورد، یه همچه زنی برات پیدا کردم، اجازه میدی عقدش کنم؟ اما نگفت دستش بریده است، هیچی نگفت. سلطان هم عاشق امیرالمؤمنین، میخواد برا بزرش یه همچه زنی بگیره، اما نگفت دست نداره. پسر گفت بابا اجازه یه منم دست شماست، اگه صلاح میدونی حرفی ندارم. خطیب آوردن دیگه، عده هم تمام شده. خطیب آوردن عقدش و خون. شب اول زندگی سلطان مثل سیر و سرکه میجوشه، خدا شب اول پسرم ببینه براش زنی گرفتم که دست نداره چی به من میگه، چی به من میگه. آمد پشت در، گفت همین جور که نشسته بودن تو اتاق، منم از لای در نگاه میکردم. داماد به عروس گفت یه لیوان آب برام بیار. دست نداره، دست چپ فقط داره. رفت یه قدری آب ریخت و لیوان، لیوانو با دست چپ آورداد به دست داماد. نگاهی کرد یک مرتبه سرشو انداخت پایین، گفت به به بابام بعد از عمری که به من زن داده زنی برام گرفته که دست چپ و راستشو از هم تشخیص نمیده. نمیدونه که دست نداره این زن، که این زنم دلش شکست. گفت اجازه میدی من دو رکعت نماز بخونم؟ بلند شد، حالا شاه هم داره نگاه میکنه، حاکم هم داره نگاه میکنه. گفت دیدم عروسم با جد رفت انتهای هجله، دلک از نماز خوند و سر به سجده گذار. خدا من به محبت علی دست دادم، حالا باید ملامتم کنن، بگن دست جب و راستش و بلد نیست. شاه میگه یه وقت دیدم سقف اتاق برداشته شد، یه کجاوه ای نازل شد، یه حوزنی اومد با این، یه آقایی پیاده شد، یه خانومی هم بیاده شد، دو نفر دیگه هم همراهشونن. نشستن، این زن اینقدر گریه کرد که از هوش رفت. وقتی نشستن موندم اینا کیه، یه وقتی عاطفی گفت امیرالمؤمنین تشریف آوردن، صدیقه کبرا تشریف آوردن، حضرت مجتبی تشریف آوردن. نشستن دور و برش، یه وقت حضرت زهرا رو کرد به امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین این زن جوان به محبت شما دستشو بریدن، نظری بفرمایید. حضرت عبای مبارک رو انداختن رو دست این زن و برداشتن، دست به حال اولش برگرد. شاه هم داره نگاه میکنه، گفت یه وقت دیدم این زن بلند شد، شما کی هستین؟ خودشون رو معرفی کردن،
میخوام گریت بلند بشه. آقا پس چرا همه تون لباس سیاه پوشیدی؟ چرا امیر المؤمنین فرمود تازه از کربلا میاییم؟ والله العلی العظیم، به جان مولا امیر المؤمنین، محضر قرآن کریم و تو شهر مقدس قم حدیث صحیح داریم، خاتم الانبیا از معراج برگشت صبح فرمود یا علی تعال اجلس اقول لک، بیا بنشین بگم برات دیشب تو معراج چی دیدم. فرمود یا رسول بشین تا من بگم چی دیدی. خیال میکنین تو رفتی من نشسته بودم؟ فرمود هر آسمان رفتم مجسمه نور علی گذاشته بود ملائکه. گفتم خدا چه خبره؟ گفت ما از بس کی مشتاقیم هر روز علی را زیارت کنیم نمیتونیم بیایم پایین، خدا مجسمه نور گذاشته، ما هر روز دورش طواف میکنیم نگاهش میکنیم. میگه خدا سن یا نقل کرده. یکی از علمای بزرگ اهل سنت که معاصر شیخ طوسی ماست، قرن پنجم هجری بوده، موفق ابن احمد ابن محمد مکی، معروف است در بین اهل سنت به اخطب الخطبا خوارزمی، اخطب الخطبا. تمام بزرگان دارن میگه داره ضبط میشه، ببرید هر جا میخواد ببرید، ببرید این سی دی ها فردا منزل تمام مراجع، 50,000 روحانی، 6,000 فاضل، چندین مرجع تو این قمه، دستت بگیر خودم هم نوک دنبالت میام، هر کجا بگی دنبالت میام. تمام بزرگان اهل سنت به وساقت و عظمت این مرد سنی اعتراف دارن. تو مکه به دنیا اومد و کم مرده 900 سال قبل، یک کتاب داره به نام مناقب، تمام این روایاتش سند داره، همش هم صحیحه، تمام اهل سنت میگن تمام روایات این کتاب صحیحه، شک نداره، حدیث صحیح نقل میکنه سنی. کسی علی هم گفت امام چهارمه، موفق ابن احمد ابن محمد مکی، معروف به خطیب خوارزمی، من دارمش تو خونم، حواسم نبود که بیارم، نمیدونستم یعنی اینجوری میشه. مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی عزیز من، مناقبم داره قربونت برم، لکن این خطیب خوارزمی معروف عربی ها در کتاب خونه و کتاب فروشی ها بفرمایید مناقب خود جدیدن چاپ شده، من قدیمی شده دارم، مناقب خوارزمی من دارم یه جلده تو خونمه، تو کتاب خونه من الان، در اینجا حدیث نقل میکنه سنیه با سند معتبر صحیح به فن خودشون، که به خاتم الانبیا گفتن یا رسول الله شب معراج خدا بات حرف میزد. خدا چطوری بود؟ الان شما زنگ میزنی خونه تو، خانومت گوش آورم داره، صدا شما میشناسی؟ صدا خانومه میشناسی؟ خانوم شما زنگ زنی صدا شما رو میشناسی؟ نمیشناسه؟ میشناسه. شما صدا بابات رو میشناسی؟ وقتی صدا میزنه میگی بله، میفهمی که بابات بود، گفت بله. بابات صدا میزنه میگه آقا صدا میزنی؟ صدا میشناسی؟ گفتن یا رسول الله صدا خدا چه جوری بود؟ به ایل عبارت اینه، به ایل لغت کلمک الله سبحانه و تعالی، صدا خدا کی بود حرف میزد یا احمد یا چه جوری بود؟ فرمود به لغت علی ابن ابی طالب، با صدا علی بام حرف میزد. اون وقت گفتم خدایا توی حرف میزنی یا علی حرف میزنه؟ فرمود سنی سا سنی. من تعجب میکنم که تو شیعه نمرده ای. میگه عمر رضی الله عنه هنوز اینجوری خیلی واقعا نمیفهمم. قرآن کریم پیامد الله، من شهادت بده من راست میگم، آیت الله بهجت میفرمودند که مرحوم علامه آیت الله نائینی قدس الله سره در نجف اشرف میفرمودی که از علمای سنی ما دود نجف راست راه میرفت روزه میخورد. به قرآن قسم بهش گفتم آخه که تو سنی خور روزه که مال همه است، آیه قرآنه، روزه مال همه است، روزه چرا میخوری؟ گفت من روایات صحیحی در کتابای خودمون دیدم که عمل بدون ولای علی قبول نمیشه. من ننه مازمم من روزه میگم. گفتم خب قبولش داشته باش. گفته نمیتونم. به این قرآن قسم. گفته نمیتونم. ننه از لغمه باقات لغمه خوب و ورده ننه شیر پاک بهت داده، میگه یا علی دلت حال میاد. شکرشو به جا بیا. آتلا بهش هم فهمه که مرحوم نانی گفت بهش گفتم خود تو روزه میخوری؟ گفته به درد نمیخوره. گفتم خود تو که به درد میدونی به درد نمیخوره، علیا قبول کن و بگیر. گفته نمیتونم. نمیشه نمیشه خود سنیا. او وقت میگد که گفتم خدای توی فرمود منم باهات حرف میزنم. گفتم چرا؟ پس باسه در علی فرمود لکی یطمئن قلبک، با صدا علی باهات حرف میزنم که دلت آرام بگیر. حالا اونجا دل پیغمبر چجور بود که صدا علی آرامش میکرد؟ دیگه من نبودم و نمیفهمم، تو حدیث هم نیست، من دیگه نمیفهمم، به خدا نمیفهمم. سر این که فرموده ان هوای مادر ما را داشته باشید، سعی کنید یه کاری کنید فاطمه ازتون راضی بشه، اگر فاطمه از کسی راضی شود امام زمان هم راضی می شود، امیرالمؤمنین هم راضی می شود، امام حسین هم راضی می شود، خدا هم راضی می شود، حتی خدا از سر تقصیراتت می گذرد. صریح روایاته.
روز قیامت که میشه یک محب گناهکاری که خیلی گناه کرده، فرمان میاد اینو ببریدش طرف آتش، میگیرند و میبرند و میکشند. حضرت زهرا یک ایستگاهی کنار درب جهنم دارد، تا میبینه اه محبش، گریه کنش، سیاه پوشش در ایام فاطمیه از 75 تا 95 یک سر مشکی پوشیده، اینو دارن میبرن طرف آتش. به درگاه خدا عرض میدارد: الهی سمیتنی فاطمه و فطمت بی من تولانی و تولا ذریتی من النار. خدای تو نام من رو فاطمه گذاشتی، علتش اینه که من فاطمه ام، چون بازدارنده ام تمام دوستان و شیعانم را از آتش جهنم. فاطمه یعنی بازدارنده. تو به من قول دادی هر کس دوستار من باشد، دوستار فرزندان من باشد، دوستار همسر من باشد، خدایا با شفاعت من اونو از آتش نجات بدی. پس چرا این شیعه منو راهی جهنم کردی؟ خطاب میاد: آری حبیبه ما، ما نام تو رو فاطمه گذاشتیم و به خاطر همین نامگذاری تمام شیعیان و دوستانت را از آتش نجات میدیم با شفاعت تو، ولی علت این که دستور دادیم این بنده گناهکار رو به طرف آتش ببرن اینه که تو بیای تو صحرای محشر در حق او شفاعت کنی، ما به شفاعت تو او را به بهش ببریم تا مقام منزلت تو برای اهل محشر روشن شود. آقای دیباجی فرمودن من در اطراف کرج مارمزانی بودم، گفت که خواب دیدم، خوابش عین حقیقت محض واقعا، خواب دیدم استادمون حاج میرزعلی آقای شیرازی و داستانه عجیبی داره و خیلی کرامات. گفت خب منم اصفهان شاگرد ایشون بودم. گفت خواب دیدم که مردم اصفهان همینطور هجوم آوردن به یه طرف میرن. گفتم چه خبره؟ گفتن پیغمبر عظیم الشان و مولا امیرالمومنین علیه السلام اومدن دیدن حاج میرزعلی آقای شیرازی که الان خانه ایشون رو خانه نهج البلاغه کردن و خیرین اصفهان و گروه رفقای ما دارن مفصل یک حرکت عظیمی برای نهج البلاغه دارن راه میندازن. قرض میگه ما هم رفتیم، من راه دادم، رفتن تو اتاق، دیدم حاج میرزعلی آقا تو بستر رخت و خوابه، یه طرف پیغمبر خداست، یه طرف مولا امیرالمومنین علیه السلام، و حاج میرزعلی آقا به حضرت علی به اصطلاح داره پاسخ میده که من فلان به تولمال چیکار کردم، خمس چیکار کردم. بعد یه مقدارش اضافه اومده بود، گفت به حضرت، گفت اینو چیکار کنم؟ گفت اینو بده به آقای دیباجی. آقای دیباجی میگه بعد از این خواب یه تحولی در وضع ما شد. گفت بعد از اینکه حساباشو تمام شد، حضرت علی رو در آغوش گرفت، آقای حاج میرزعلی آقا رو بغل کرد، که ما روایت هم داریم که حضرت امیر میاد به بالین دوستش، صورت و مبارک رو میذاره به سینه میت، میگه انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، ای ولی خدا من همون علی هم که عمر علی گفتی دوستش داشتی. گفت حاج میرزعلی آقا تو بغل حضرت علی شروع کرد این اشعار سعدی رو خوندن: در آن نفس که بمیرم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، علی صباح قیامت که سر ز خاک برارم به جستجوی تو خیزم به گفتگوی تو باشم. گفت ایشون از دنیا رفت، من خواب رو مثلا 17 ماه رمضان دیدم، خواب بود، بعد از ماه رمضان اومدم قم، تو اتاق نشسته بودم تو حجره مجرد بودم. گفتن شما ختم نمیخوای بری؟ گفتم ختمه که. گفت حاج میرزعلی آقا چند وقت قبل تو ماه رمضان فوت کرده، آی بوردی خ... گفت یاد خوابم افتادم، دیدم همون شبی که ایشون فوت کرده من همون شب تو کرج میخوابیدم.